خانم آقای درود بر شما. پوزش میخوام که شب دیر وقت هست، به عنوان خبرنگار مستقل در خدمتون هستم و چند دقیقه خیلی کوتاه میخوام وقتتون رو بگیرم در مورد استعفای محمد جواد ظریف. همتون شنیدید که خودش البته اعلام کرد آقای ظریف که استعفا کرده. خبر دارید که در گذشتم چند بار جواد ظریف خواسته بود که استعفا بکنه، در تابستون گذشته حتی از اون موقع شروع شد تا به امروز رسید که عملی کرد. دلیل استعفاش چی بود؟ در واقع جواد ظریف مخالف این هست که جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه. قرار هست که اعلام بکنن که نظام از برجام خارج میشه، که البته همه کشورها خارج شدن، نظام به تنهایی در برجام باقی مونده. جواد ظریف که خودش فکر میکرد زحمت زیادی در این زمینه کشیده، نباید به این سادگی عقب کشید. مرحله از اون مهمتر این هست که FATF جواد ظریف درخواست کرده بود که برای نجات کشور مجمع تشخیص اون رو تایید بکنه. به این یکی هم پاسخ ندادند. ولی از همه اینها مهمتر، یعنی مسئله اساسی این هست که محمد جواد ظریف صدای پای سقوط رو شنید. فردی هست که بسیار خوب میدونه که چه آینده‌ای در انتظار مردم ایران و چه آینده‌ای در انتظار جمهوری اسلامی و به ویژه سران نظام جمهوری اسلامی هست. شک نکنید که استعفاهای دیگری در راهه، به ویژه فشار بر دولت روحانی هست که وزیر اطلاعاتش استعفا بده یا اینکه برکنارش بکنن. در هر صورت این قبل از هر چیزی بیانگر این هست که در درون جمهوری اسلامی اختلافات و شکاف بیشتر از پیش شده. دوستان گرامی، همه البته در مورد اختلافات درونی که تازگی نداره میدونیم و اطلاعاتی داریم، ولی این بار خیلی جدی هست. در واقع اختلاسگران نظام، یعنی رهبران اصلی نظام، بر سر چگونگی بقای نظام با همدیگه بیشتر از پیش اختلاف دارن. استعفای ظریف ارتباط کامل داره به وضعیت دولت حسن روحانی، که از صحبت‌های محمود احمدی نژاد میشه دریافت که آقای احمدی نژاد فرمان آتش به اختیار داره، برای اینکه میدونه که چه آینده‌ای در انتظار دولت حسن روحانی هست. و البته حسن روحانی نمیخواد که عقب نشینی بکنه، برای اینکه اول رؤیای رهبری در سر داره و همچنین فکر میکنه که خامنه‌ای در ماه‌های پایانی عمرش هست و به این سادگی نباید عقب نشینی بکنه. پرسش این هست که این استعفا آیا نفعی برای مردم ایران داره؟ در واقع هیچ مسئله‌ای برای مردم ایران تغییر نخواهد کرد. در درون جمهوری اسلامی سیاست خارجی از بیت رهبر جمهوری اسلامی، دوستان گرامی، از اونجا تعیین میشه. تمامی مذاکراتی که جواد ظریف در مسئله برجام و قبل از اون داشته، تمامی صحبتهایی که با کشورهای خارجی داشته، چه در برجام چه بعد از اون در مورد جمهوری اسلامی، به هیچ وجه از طرف دولت حسن روحانی نبوده. همگی با صلاح دید و مهر تایید بیت رهبری جمهوری اسلامی بوده. در حال حاضر بیت رهبری تلاش میکنه که بگه این استعفا بیانگر این هست که هر موضوعی، هر شکستی در زمینه سیاست خارجی تا امروز اتفاق افتاده تقصیرش جواد ظریف است. در صورتی که همه باید بدونن این بیت رهبر جمهوری اسلامی هست که تعیین کننده بوده در سیاست خارجی، نه جواد ظریف نه حسن روحانی. به همین دلیل هیچ گونه تغییری در وضعیت مردم ایجاد نخواهد شد. ولی نکته اساسی این هست که این استعفای آخری نیست، استعفاهای دیگری هم در راهه. در واقع صدای پای سقوط شنیده میشه. بارها خدمتون در گذشته گفتیم که یک نوع قحطی در راهه. جمهوری اسلامی نمیتونه از این بحران خارج بشه و با تمام تلاشی که داره میکنه، مانورهایی که میده، نمایشهایی که خودش رو پرقدرت نشون بده، امروز مثلا بشار اسد از ایران دیدن کرد و با رهبر جمهوری اسلامی، با حسن روحانی دیدار کرد، بسیاری در درون خود جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به این دلیل اساسی که جنگ حدوداً 8 ساله در سوریه
حدود 220 میلیارد دلار برای ایران که در واقع از جیب مردم ایران هست هزینه برداشته. و اینها گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده، گویی که در درون ایران هیچ اتفاقی نیفتاده، مردم در بهترین وضعیت به سر میبرن. حتی امروز آقای خامنه ای که در سانا خبرگزاری خود سوریه هم بود دستور داده که خانه سازی 30,000 خانه سازی دیگه هم برای افراد وابسته به بشار اسد در سوریه ساخته بشه. اعتراضات در درون جمهوری اسلامی به اینکه وضعیت رو به فروپاشی هست داره بیشتر میشه و عقب نشینی جواد ظریف به این لحاظ از دید بعضی از خودی‌های نظام مثبت هست، به این دلیل که از این بیشتر شریک جرم، جنایت و وضعیت بدی نیست که در کشور حاکم هست. جواد ظریف استعفادا تأثیر به سزایی هم بر بازار ارز میگذاره. از حالا، یعنی از دقایقی قبل، به کانال‌های دستوریشون اینها توصیه شدید کردن که فردا دروغ پراکنی رو به حد اعلای خودش برسونن، برای اینکه بازار ارز رو اجازه ندن که تکون بخوره و میدونن که شرایط رو به وخامت هست. در آستانه عید نوروز کشور رو به بحران بیشتر هست و دوستان گرامی، مردم ایران در چنین شرایطی که خودی های نظام در سطوح بالا دارن صدای پای سقوط رو میشنوند، مردم ایران هم هر روز و میشه گفت بیشتر از پیش به مرحله یا مرگ یا آزادی نزدیک میشن. این خیلی مهم هست دوستان گرامی، مرحله یا مرگ یا آزادی داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و ما باید در توجیه همه مردم کوشا باشیم که وضعیت ونزوئلا بالاخره در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. 5 میلیون نفر از جمعیت 32 میلیونی ونزوئلا از کشور فرار کردن، ولی راهکار نبود. گرسنگی به جایی رسید که با قحطی مواجه شدند. با این حال دیکتاتور ونزوئلا حاضر نشد که حتی کمک‌های خارجی رو بگیره به شیطنت‌های خودش در سطح جهان و به مافیای فساد که دولت مردان ونزوئلا درون اون غرب بودن ادامه دادن و تا این لحظه هم ادامه دادن. چنین وضعیتی در ایران هم اتفاق میفته، ولی ما باید آماده باشیم و نگذاریم تحت هیچ عنوانی به مرحله ونزوئلا برسیم. مرحله یا مرگ یا آزادی باید به زودی در ایران هم اتفاق بیفته و همه ما باید متحد بشیم با هر دیدگاهی که داریم برای سقوط جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی، حتی دوستان گرامی، افرادی که هنوز در درون جمهوری اسلامی هستید، کارمندان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، ببینید که چگونه به افراد بسیار وفادار خودشون، حتی جواد ظریف، به ایشون هم رحم نکردند، به شما هم رحم نخواهند کرد. و شما شک نکنید که تاریخ مصرف دارید از دید جمهوری اسلامی و روزی این تاریخ مصرف به پایان میرسه. به همین دلیل دوستان باید هرچه سریعتر به مردم بپیوندید برای اینکه این تغییر آرام دموکراتیک، برای تغییر نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به یک سیستم آزاد دموکراتیک، سیستمی که ایران برای همه ایرانی ها باشه و نه یک قشر خاص، یک مذهب خاص، یک دیدگاه خاص و دیکتاتوری که 40 سال ایران با اون مواجه هست. به همین دلیل دوستان گرامی، شک نکنید که صدای پای سقوط به بقیه دولت مردانی که اندکی هنوز شعور سیاسی دارن و هنوز پایبند به اصول اخلاقی، حتی دینی، حتی انسانی هستند خواهد رسید. استعفاهای دیگه‌ای در راه، حسن روحانی توان کنترل دولت خودش رو نداره. در سطح کلانتر رهبر جمهوری اسلامی که دیگه بیماریش به همه، حتی به خودی‌های بدنی جمهوری اسلامی هم رسیده و دارن سعی می‌کنن، طراحی می‌کنن طرح جانشینی و تغییراتی ظاهری در درون نظام رو، همه این وضعیت برای این هست که بتونن از سد سقوط عبور بکنن. برای همین دوستان گرامی، ما مردم ایران وظیفمون این هست که هرچه سریعتر به سمت اعتراضات میلیونی گام برداریم. هر کسی وظیفه شخصیش هست با نزدیکان خودتون، با دوستانتون،
با هر کسی که بهش اعتماد دارید در این زمینه صحبت کنید، توجیه کنید، به اونها بفهمونید که ماندن جمهوری اسلامی هر روز زیان بیشتری به کل کشور وارد خواهد کرد. نگاه کنید، جواد ظریف بهترین نمونه است، فردی که خودیهای نظام اون رو امیر کبیر ایران مینامیدند و القاب زیادی رو بهش نسبت میدادند، نه تنها تمام تلاش‌هاش به جایی نرسید، به صفر، به نقطه صفر بازگشت و حتی امروز خیلی از رسانه‌های اصولگرا برید نگاه کنید به عنوان خائن و حتی جاسوس ازش اسم میبرند. همین مسئله در مورد شما هم صدق خواهد کرد که هنوز به جمهوری اسلامی اعتقاد دارید، هنوز فکر میکنید این رژیم قابل اصلاح هست و طرح در نمک پروراندن محمود احمدی نژاد هم دیگه باید برای همه مشخص شده باشه. بیت رهبری همسو با تضعیف دولت بی اختیار داره سعی میکنه که بدیل خودش رو هم ارائه بده در پوشش اپوزیسیون، در پوشش یک ناراضی که داره به صدای مردم پاسخ میده، در صورتی که آقای احمدی نژاد اگر صادق هست در وهله نخست باید بیاد بگه که سال 88 بیت رهبری و شخص رهبر جمهوری اسلامی دستور داد که تقلب انجام بشه و این تقلب رو بر او تحمیل کردن، کما اینکه حمید بقایی در چند جلسه خصوصی این مسئله رو عنوان کرده که محمود احمدی نژاد تقصیری نداشته. اگر صادق هست باید بیاد این صداقت خودش رو آقای احمدی نژاد نشون بده. در وهله دوم آقای احمدی نژاد باید بیاد اعلام همبستگی بکنه با مردم، گذشته شخص خودش رو زیر سوال ببره. اگر میخواد مردم قبول داشته باشن، بهش اعتماد بکنن، باور داشته باشن که محمود احمدی نژاد صداقت داره در عدالت خواهی، باید بیاد شخص ولی فقیه رو زیر سوال ببره، بزرگترین اختلاس تاریخ رو که تیم احمدی نژاد به ما کمک کرده در انتشار بزرگترین اختلاس تاریخ ایران، باید خودش هم شهامت داشته باشه و بیاد بگه که فرزند رهبر جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین دوست های تاریخ امپراتوری ایران هست، نه امروز، نه دیروز، نه از 100-200 هزار سال پیش تا به امروز. و این مهم هست که بیت آقای خامنه ای به بنبست کامل رسیده. مهم این هست حسن روحانی اگر ذره هنوز ادعای حمایت از مردم رو داره، آقای روحانی باید بیاد استعفا بده و رهبر جمهوری اسلامی رو تنها بگذاره. اگر صداقت داره آقای روحانی که از دید ما نداره، از دید ما فردی هست که از روز اول انقلاب در کنار همه جنایات تصمیم گیری های ضد مردمی سهیم و دخیل بوده و فردی هست که سلسله مراتب انتصابی ایشون رو به امروز رسونده، نه انتخابی، به جز مسئله ریاست جمهوریش، اگر حداقل وفادار هست به طرفداران خودش در درون نظام، باید همین فردا استعفا بده و شخص خامنه ای رو تنها بگذاره. اگر هم استعفا نده، ما هم خبر داریم که چه آشی برای خود روحانی پختند. روحانی رو میخوان قربانی بکنن به عنوان فردی که باعث شده چنین وضعیتی ایجاد بشه، در حالی که همه میدونیم سیاست کلان در جمهوری اسلامی رو، سیاست اساسی در جمهوری اسلامی در زمینه خارجی و حتی در زمینه داخلی رو از بیت رهبری تعیین میکنند. و دیکتاتوری بیت رهبری که تنها نیست، آخوندهای حاکم، محافظه‌کاران حاکم در اطراف آقای روحانی هستند، اونها هستند که وضعیت کشور رو به امروز رساندند. و صد البته تیم روحانی، امثال روحانی هم دخیل هستند در این وضعیت، اونها هم گرداننده و مجری همین سیاست ها از طرف بیت رهبر جمهوری اسلامی بودند. دوستان گرامی، کسانی که هنوز در دولت روحانی هستند، به مبانی اخلاقی معتقدند، به اصول از دید خودشون اسلامی معتقد هستند، به انسانیت معتقد هستند، باید علی خامنه ای رو تنها بگذارن و عقب نشینی بکنند، استعفا بدند. همشون میدونن خبرها دیگه درز میکنه، مثل سابق نیست. ما هم خبر داریم، اطلاعاتش رو هم به زودی پخش میکنیم که سپاه پاسداران با همکاری بیت رهبری مجتبی خامنه‌ای چه برنامه‌ای برای دولت حسن روحانی دارن.
ما خوشحال نمیشیم از این مسئله، ولی میدونیم که به نفع مردم هم تموم نمیشه. یعنی آقای روحانی اگر میخوان، اگر واقعا معتقد به گفته های خودشون هستن که تا امروز نشون دادن نیستند، اگر فکر میکنن که تحقق وعده هاشون که هیچ وقت انجام نشد دلیلش رهبر جمهوری اسلامی بوده، باید به حرف جواد ظریف گوش میداد. آقای ظریف از آقای حسن روحانی هم خواسته که استعفا بده، ولی روحانی نپذیرفته. روحانی اگر صداقت داره باید به حرف ظریف گوش بده. محمد جواد ظریف صدای پای سقوط رو شنید. دلیلی نداره که آقای روحانی نشنوه، دلیلی نداره که آقای روحانی فکر بکنه که جمهوری اسلامی از این بحران میتونه خارج بشه. دوستان گرامی، جمهوری اسلامی از این بحران خارج نخواهد شد و هر روز ماندگاری این نظام زیان بیشتری برای منافع ملی مردم ایران و کشور خواهد داشت. به همین دلیل ما مردم که در واقع ضرر کنندگان اصلی حتی از رقابت‌های اختلاسگران رهبر در نظام هستیم، باید خارج از این بازی‌هایی که در هرم قدرت جمهوری اسلامی هست، که همه نه به خاطر منافع مردم، نه به خاطر ایران، نه به خاطر مردم، نه به خاطر حتی اسلام، بلکه به خاطر صرف منافع شخصی و جناحی است، فارغ از اینها باید سعی کنیم که به نقطه اصلی که اون تظاهرات میلیونی هست برسیم. هرچه سریعتر بهتر. هر روز ما تماس‌های زیادی داریم، بیشتر از دیروز، که مردم به مرحله مرگ یا آزادی رسیدن. سعی بکنیم که این مرحله هرچه زودتر فرا برسه. و خوشبختانه در سطح بین‌المللی همه تو شاهد هستید، دیدارهای امروز مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهور موقت ونزوئلا خوان گایدو یک پیام مشخص برای مردم ایران بود که اگر مردم ایران هم تصمیم بگیرند، کما اینکه در پرسش وزیر خارجه آمریکا هم دیدید، آقای پومپئو هم این رو گفت، از هیچ گروهی آمریکا حمایت نمی‌کنه، ولی اگر مردم تصمیم بگیرند آمریکا هم پشت سر مردم ایران خواهد بود، یعنی جامعه بین‌المللی هم پشت سر مردم ایران خواهد بود. یک فرصت تاریخی بزرگ در دست ماست که برای همیشه دیکتاتوری رو از این کشور اخراج بکنیم، یک کشور با سیستم سیاسی جدید برای همه شهروندان ایجاد بکنیم و برای همیشه مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان آنطور که لیاقتشون هست بتونن زندگی بکنن. با بودن جمهوری اسلامی چنین مسئله‌ای به طور حتم اتفاق نخواهد افتاد و روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد. پس دوستان گرامی، سعی بکنیم که به مرحله پایانی هر چه سریعتر نزدیک بشیم و به سرعت با تظاهرات میلیونی جمهوری اسلامی رو به تاریخ بسپاریم. پاینده باشید.